بسم الله محمدی وزیر داخلی کشور که در جریان تعداد گذاری کالج پلیس ملی در کابل سخن می زد اعمار این مرکز را به سود کشور دانسته گفت با آموزش افسران پلیس در این کالج پلیس از هر لحاظ توانایی تامین امنیت کشور را تا سال 2014 میلادی خواهند داشت. آقای محمدی مدعی شد در این مرکز نیروهای پلیس به شمول افسران بلندپایه وزارت داخله آموزش خواهند دید. لحاظ دادهی که ما دولت انتقال مسئولیت هستیم بدون شک می ده گام بسیار مهم و اساسی در جهت ارتقای ظرفیت های پلیس خاصتا در قسمت انتقال مسئولیت می دانم که لازمی انتقال مسئولیت ارتقای ظرفیت های پلیس افغانستان هست. توانمند شدن پلیس افغانستان هست و خودکفایی پلیس افغانستان است که خوشبختانه ما را به طرف خودکفایی بسیار کمک می کنند. اساسی دوباره 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 نم که خلاص شد. نو ممکن دی یو کار پس او خو کی وختو نیسی چې دا تعمیر تکمیل شو بهره بردار ته یا ګټه خستون ته آماده شي. از سوی هم رئیس عمومی تعلیم و تربیت وزارت داخله میگوید توانایی های پلیس ملی با گذشت هر روز رو به افزایش است و این نیروها را از هر لحاظ آماده می سازد تا پس از خروج نیروهای بین المللی مسئولیت امنیتی کشور را به عهده گیرند. ټول قمندانان به خپل دی لوړز دکړو یا دی خین کشاف د پاره بدل ترازی تعلیمات بوینی لکه مرکه چې وزیر سبیل هم خپل وظایف اجرا کوي هم خپل تعلیمات ته انکشاف ورکوي چې دغه د پولیسو د لوړز دکړو یا سټاف کالج رهبری انکشاف د پولیسو په آینده د پولیسو په چارو کې ډیر رغنده رول ورور به لوبوي سزمنګه پولیس به په ټول افغانستان کې په ستراتیژیک ډول رشد کوي. در همین حال جوکاسو فولانین رئیس ماموریت آموزشی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید نیروهای افغان از هر لحاظ آماده هستند مسئولیت تامین امنیت کشورشان را به عهده گیرند و همچنان بر آموزش بیشتر نیروهای افغان تاکید میکند. I think they will be ready to take responsibility. بله نیروهای امنیتی افغان هم اکنون آماده گرفتن مسئولیت های امنیتی کشورشان از نظامیان بین‌المللی هستند ولی با آن هم تلاش های جدی آغاز شده است تا این نیروها پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان در تمام بخش ها آموزش ببینند. گفتنی است هم اکنون 91 مرکز آموزشی پلیس در کشور وجود دارد که 11 مرکز آن در کابل و 39 مرکز دیگر آن در شمار ولایت های کشور فعالیت دارند. هرچند کالج آموزشی پلیس پیش از این نیز در کابل فعالیت داشت ولی قرار است به دلیل محدود بودن محل آن دوباره در حوزه 12 شهر کابل از سر اعمار گردد.